ورودی دیگر و سرودی دیگر. برنامه شماره 55 را از تلویزیون ملی و جهانی پارس پیشکش شما میکنیم. در برنامه های پیش در چند برنامه نگاهی کردیم به آنچه که در یک سال گذشته در تلویزیون پارس داشتیم، سپس آمدیم بازنگری کردیم ویژگی های دوره گیمر تایی و کیومرسی، هوشنگی، تحمورسی و آغاز جمشیدی را. خب به سیامک پرداختیم که چگونه کشته شد، دیوان کیا هستند، دیوان کسانی هستند که خود را دانشمند می دانند، با این روی اینها دشواری هایی دارند، دانشمندانی هستند که آزمند و رشک برند. اینها چیزهایی بود که گفتیم و بدان پرداختیم. سپس آمدیم و درباره جمشید گفتیم که به باور من آنچه که بر دوری جمشیدی رفت یک کودتا مانندی بود، یک به هم ریزی بود. پیش از آن که دنبالی سخن را آغاز بکنم، باز هم سپاسگزاری میکنم از جان مهندس شجره که این تلویزیون جهانی و ملی رو پایه‌گذاری کردن، دو چراغش رو فروزان نگه داشتن. دکتر جوان بانو مرجان نقوی که سامان بخش بسیاری از کارهای تلویزیون هستن، جناب امیر شهرتی فرمان روای این برنامه در دوری که پخش می شود، فرماندار و سکاندار این برنامه هستند. سپس جناب سپر خسروی و سرکار اسی که باز پخش رو به دوش دارند. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خرد برتر از هر چه ایزد بداد، یا خرد بهتر از هر چه ایزد داد. در بسیاری از جاهای شاهنامه ما این دوتا درو داریم. ستایش خرد را به هزراه داد. تو این را دروغ و فسانه مدان، به یکسان روش زمانه مدان، یا به یکسان روش در زمانه مدان. از او هر چند در خورد با آخرت، دیگر بر ره رمز معنی برد. این هم از اون رمز هاست که ما داریم گفتگو میکنیم در برش. از دیوان و کارهایی که جمشید کرد گفتیم. جمشید آمد کشوری میخواست بسازه که نمونه باشه، تمدن بزرگ و نوینی رو پیش بیاره. خب روشن است که دیوان که تو مردیو را مردم بدشناس، کسی کو ندارد ز یزدان سپاس. دیوان که دانشهایی هم داشتن، یاد دادن به ما خواندن و نوشتن رو، و در دوره جمشیدی هم اون رو به آسمان بردن. توانایی های فراوان دارن، توانستن ادب نوشتاری و دبیره به ما بیاموزن. با این رو دیو خوی بودن. دو سیوم آنها درست شدن، یک سیومشون هنوز برپا بودن و آمدن با تحمورس جنگیدن، و شاید امروز هم اگر باشه همچنان دیوانی ما در کنارمون باشه یا خودمون دیو شده باشیم. بر دوران جمشیدی شاهکاری دوران ها. من باز میپردازم آنچه که در وندیداد از اوستایی که جناب دکتر جلیل دوستخواه گردآوری کردن، انتشارات مروارید چاپ نهم 1384 در دسترس مردم بوده است، یا 2564. از روی 665 میتونید اینا رو بهره بگیرید. دنبالی و سخنی که از زرتشت و جمشید با هم گفتگو زرتشت و جمشید با هم گفتگو میکردن، سپس این دنبالی گفتگوی زرتشت از اهورامزداست. اون پیامبری رو نپذیرفت و گفتش که من فرمان روایی رو میپذیرم. اینک بخش یکم آنجایی که گفتم از فرگرد دوم و از اوستا، کهن‌ترین سرودها و متن‌های ایرانی گزارش
جلیل دوستان. زرتشت از اهورامزدا پرسید: ای اهورامزدا، ای سپند ترین مینو، ای دادار جهان استومند، ای اشوند، تو که اهورمزدایی جز من که زرتشتم، نخست با کدام یک از مردمان هم پرسگی کردی؟ کدام این کس بود که تو دین اهور و زرتشت را بدو فراز نمودی؟ ای اهورامزدا، ای سپند ترین مینو، ای دادار جهان استومند، ای اشون، تو که اهورمزدایی جز من که زرتشتم، نخستین یا کدامی نخست با کدامی یک از مردمان هم پرسگی کردی؟ کدامین کس بود که تو دین اهوره و زرتشت را بدو فراز نمودی؟ اهورمزدا پاسخ گفت: ای زرتشت، ای زرتشت اشمن، جم هورچهر خوب رمه نخستین کسی از مردمان بود که پیش از تو زرتشت، من اهورمزدا با او هم پرسگی کردم و آنگاه دین اهوره و زرتشت را بدو فراز نمودم. پس ببینید جایگاه جمشید جم، جمشید خوب چهر خوش رمه، تا جایی است که اهورامزدا میخواسته پادشاهش بکنه، پیامبرش بکنه، نپذیرفته. اینک که زرتشت رو بدین کار گراینده، زرتشت از اون پرسه به کی دادی و پاسخ میدهد. پس جایگاه جمشید رو بدونیم. این جا کسی که اینجور جای داره دیگه دشوار میتونه بیفته. و سپس اگر هم افتاد و آمد پوزش خواهی کرد، که در شاهنامه 23 سالش ما ناسپاسی کردیم و رفتیم ضحاک را آوردیم که 1000 سال تو سر خودمون بزنیم که این بره دیگران بیان ببرنش. ای زرتشت، پس من که اهورامزدایم او را گفتم: هان ای جم هور چشم، هور چه ببخشید، هور چه خورشید، هور خورشید، پسر ویونکان، تو دین آگاه و دین بردار من در جهان باش. ای زرتشت، آنگاه جم هور چشم مرا پاسخ گفت: من زاده و آموخته نشدم که دین آگاه و دین بردار تو در جهان باشم. آنگاه من که اهورامزدایم او را گفتم: ای جم، اگر دین آگاهی و دین برداری را از من نپذیری، پس جهان مرا فراخی بخش، پس جهان مرا ببالان و به نگاهداری جهانیان سالار و نگهبان آنان باش. ای زرتشت، آنگاه جم هورچهر مرا پاسخ گفت: من جهان تو را فراخی بخشم، من جهان تو را ببالایم و به نگاهداری جهانیان سالار و نگهبان آنان باشم. به شهریاری من نه باد سرد باشد، نه باد گرم، نه بیماری و نه مرگ. اینها رو میخواد. پس من که اهورامزدایم او را دوزین بخشیدم، یا یکی سورا که نگین زرین و دیگری اشرا چوب دستی زرنشان، که اینها را هست. اینک جم برندی شهریاری است یا نگهبان شهریاری. آنگاه به شهریاری جم 300 زمستان به سر آمد و این زمین پر شد از رمه و ستوران و مردمان. برای این دو بخشیه که میگه که دو بار سه بار این کارو میکنه، جهان را فراخی میبخشد. پس سوای آنها که این سه روز سه بار رو این فراخی میبخشه. پس جایگاه جمشید اینه، در سه بار این کارو میکنه. برای جمع کرده هم گفتیم، اون هم ساخت. یادمون باشه که فردوسی انگامی که میخواد داستان ضحاک رو بگه، میسراید چنین است گیهان ناپایدار، یا کیهان ناپایدار، تو در وی به جز تخم نیکی مکار،
دلم سیر شد زین سرای سپنج، دلم سیر شد زین سرای سپنج، خدایا مرا زود برهان زرنج. درست مانند هنگامی که فرزند 37 سالش از جهان میره و او گلایه میکنه که چرا تو رفتی و من باید میرفتم، اینجا آمدن ضحاک و ضحاکیان را به مانند از دست دادن همه هستیش برمی شمارد و به ما گلگی میکنه. در اونجا هم گفتیم که آن آمد گفت هم شهریاری و هم ایزدی، سپس آخوندها رو دین مداران اون زمان رو گردآوری کرد، گفت ده کوه برید و اینا اثر میذاشتن رو مردم، مغز مردم رو شستشو میدادن در اون دوران. بدکاران و دیوان هم که خود ضحاک هم دیوخویه دیگه، مرز مردمان رو ویران کرده بود و بسیارانی گرد خودش آورده بود. ضحاک تنها نبود، همه سپاهیانش رو از اون سو نیاورد، از خود مردم ایران بودند که به دو پیوستند و کار میکردن. در میان همونها هست که یک باره میبینیم زیرک خوابی که او دیده را بی ترس برایش میگوید و او را شگفت زده میکند به گونه که او از تخت میافتد، که اینها رو در برنامه های پیشین گفتیم. سپس این آمده اونا رو که بیرون فرستاده هیچی، آمده به دریاها کشتی میندازه میره، به آسمان ها میره و نه اینکه به آسمان میرسه، کار نوینی میکنه، کار نوینی میکنه. اون چه کاریه؟ رفتن. که اینجا میگه چون کارهای وی آمد به جای، ز جای مهی برتر آورد پای. پس نگاه کنیم چه برتری آورده پای. این برتری که آورده به فر کیانی یکی تخت ساخت، چه مایه بدو گوهرندر نشاخت. تختی ساخت چه گوهرهایی که بر اون نشون، که چون خواستی دیو برداشتی، زهامون به گردون برافراشتی. چه خورشید تاوان میان هوا، نشسته بر او شاه فرمان روا، یا شاه فرمان روا، شاه فرمان روا این کار میکنه. سپس چه رخ میده؟ اینها همش نظارگرن، دارن میبینن، بینندن که اینا رو فرستاده بالا، میگه کوه، منتها خودش رفت از اینا بالاتر. اگر بگویم خدا در بالاست، پس این پروردگار، این به پروردگار نزدیکتر شد و نگاهش به جهان خردورزانه است. همچنان که خردورزانه بر کشتی نشست و رفت، و چه بسا اونجایی که گفتن کشور را گسترش داد، یافتن جاهای نوی بود و رفت کشور را گسترش داد. چرا؟ چون پای انسانی که در فرهنگ ایرانی ریشه دارد خردورزانه است، پاش بر جهان ایستاس، پاش بر روی زمین، خودش همه چی رو پیدا میکنه. خب پس شاه فرمان روا بر اون نوشته نشسته، جهان انجمن شد بر تخت اوی، از او بر شده فری بخت اوی. این فری که اون بالاتر گفته بود که چون کارهای وی آمد به جای، ز جای مهی برتر آورد پای، اینه جهان انجمن شد بر تخت اوی، از آن بر شده فره بخت او. پس این باز اونا رو کم ارزش تر میکنه، چون هم شهریاری و هم موبدی. به جمشید برگو حرف شاندن، مران روز را روز نو خواندن. اون چه روزی بود که فردوسی باز بازگو میکنه؟ سر سال نو هرمز فروردین بود، براسوده از رنج تن دل زکین، به نوروز نو شاه گیتی فروز، بر آن تخت بنشست پیروز روز. بزرگان به شادی بیاراستند، می و رود و رامشگران خواستند، جشن گرفتند. چون این جشن فرخ از آن روزگار، بمانده از آن خسروان یادگار. اینا همه رو شد چون این سال 300 همی رفت کار، ندیدن مرگ اندر آن روزگار. چون این از اهورامزدا خواسته بود که باد سرد نوزد، سرما و گرما نباشد و آزار نبیند. پس اینها همه زمینه هایی که از دیدگاه من زمینی کودتا برای این پادشاه فراهم شد.
اینها را گفتیم. سپس رسیدیم به داستان مرداس، مردی که در خوروران یا خاوران ایران زندگی میکنه، انسان خوبی، اینا زیر فرمان پادشاهی ایران بودن در هنگام بیشتر. یکی مرد بودن در آن روزگار ز دشت سواران نیزه گذار، اون سر اون سور ما سواران نیزه گذار میگفتیم. انسان خوبی بود، بسیار توانا بود، مهربان بود، بخشنده بود. مرو را ز دوشیدنی چارپای، ز هر یک هزار آمدندی به جای. هزاران، دست کم هزار گاو دوشیدنی و چهارپایان دوشیدنی، بز، گوسفند، شتر، هر چی که دوشیدنی. بز و اشتر و میش را همچنین به دوشندگان داده بود پاکتین. اینا به دوشندگان و دوشیزگان که ما امروز دوشیزه که میگوییم یک واژه ویژه است. چرا دوشیزه را به دختر میگن؟ چون ما اگر شیر بدوشیم روی هم رفته میگیم، نه اینکه چند تن آدم توانا. شیر گاو به خوبی بار نمیدهد. چرا؟ یادش خوش دکتر نیکا، استاد دامپروری ما در دانشکده کشاورزی کرج از دانشگاه تهران، برای ما گفتش که دوستان پستان گاوی که میبینید، این 40% شیریست که در پستان اون میبینید، 60%ش هنگام دوشیدن فراوری میشه. پس دوشیدن باید با یک ویژگی هایی باشه که بانوان مهربان ترن، بانوان مهربان ترن، دست نرم تری دارن، بیشتر آواز میخوانن، با خودشون گفتگو میکنن، با گاو گفتگو میکنن. این همسر من گل پروره، گلهای زیاد داریم، چه در باغچه فراوانی داریم، زیاد داریم، چه در بهار خواب، چه در خونه، در سرای. ایشون بامداد که پا میشه، نخستین کاری که میکنه میره با گلها گفتگو میکنه. من یادم یکی از دوستای سوئدیش یک بار به من زنگ زد، گفت سیمین کجاست؟ گفتم هنوز از سفر باز نگشته. گفت تو زبان سیمینی سیمینسکاه میدونی؟ گفتم چه، برای چه؟ گفت که با گلها گفتگو کنی. پس ببینید مهربانی که در بانوان هست، که در ما میتواند در کسانیمون باشه، در همه ما نیست، همگانی نیست. بانوان هم این گونند، با مهربانی میدوشن. گاوو که میدوشیم باید به گونه بدوشیم مانند تاکوتو که دلش قلبش باشه. و شیردوشایی که هست همینه. برای این نمونم شمارش گمان میکنم 1-3-4-2، 1-3-4-2 و آروم، یه جوری میاد که آرامش به گاو بده، که اینا در صدی گذشته درست شده. بانوان میان اینو میگیره، شیرو میگیره، پستان آواز بخونه، گاوان با این دوسته، چون مانند مادره برای همه موجودات بانوان. و من به همسرم میگم، میگم سیمی جان شما بانوان همواره مادرید، از بچگی مادرید، بزرگ هم میشید مادرید، ما هم که همسر شما میشیم مادرید، ما هم که بزرگ میشیم باز مادر ما. این مگاهی زیادی به ما یادآوری میکنه، این کار کردی، اون کار کردی، و این از خوی مادرانه شماست. گافم همینه، دوشیزه دوشنده است. دغدغ مادر زرتشت هم از همین واژه میاد، دغدغ، دوشیزه دوشنده اینه. پس یک ویژه که امروز هم آمدن میگویند که دخترانی که باکره هستن و اینا، گفتن چرا شما از کجا میدونید که در چند هزار سال پیش دختران با دوست پسرانشون کاری نمی کردن و باکره می موندن؟ این ها ویژگی های دین مدارانه که همه چیز رو میخوان در دسترس خودشون بگیرن، و می بینیم که چه کارهایی میکنن خودشون. یک آخوندی رو در آخوند گنده ای رو در افغانستان دیدن که این با نوی خودش بود، فیلم گرفتن ازش. یه آخوند دیگه اومده بود میگفت که اگر شما در فیسبوک و
تلگرام و اینا میدید و با دوست دختراتون گفتگو میکنید، امام زمان یا پیامبر گریه میکنه. سپس خودش رو فیلماش گرفتن و پر بود از این داستان ها و شاید پیامبر برای اون میخندیده یا میخواسته اون آقا به ریش ما بخنده. پس دوشیزه بدین بوده. پس این بز و اشتر رو اینا رو میداد و هر کسی که نیاز داشت میومد به این نیازهاش رو میگفت و اون به اون نیازها دست میبرد و میپرداخت. به شیران کسی را که بودی نیاز، بدان خواسته دست بردی فراز. اگر میومد کسی میگفت من شیر میخوام، چون این داشته شاید همه نداشتن و بود انسان بسیار خوبی بود. این یک پسری داشت، پسر بود منان پاکتین را، یکی کش از مهر بهره نبودندکی. که اینم این آدمم مانند شماری از ما آدمیان هست، این مهر فراوانی نداشت و نامش هم ضحاک بود. این انسانی بود بسیار دلیر، بسیار توانا. به او بیور اسب میگفتند، چرا 10,000 اسب در دسترس او بود، اسبای گوناگون. این دو بهره از سه بهره روز رو بر اسب میپیمود، سواری میکرد و بسیار میکوشید. با این روی این مهری در دلش نبود، این مهر نداشت. کش از مهر بهره نبودندکی، جهانجو را نام ضحاک بود، دلیر و سبکسار و ناپاک بود. دلیر بود، سبکسر بود و ناپاک. خب این آدم پس از پدرش میتواند پادشاه بشود، بیگمان پادشاه میشد. رشک و آز برون اومد، بر پایه خردورزی کار نکرد. گزینش بدی داد رای و داد و خرد، رای بد گزینش بد. دادگر نبود که بگوید که این پدری که همه چیز برای ما داده و برای مردمان داده، آیا من توانایی دادگری همچون او را دارم؟ آیا من میتوانم رهبر این مردمان بشم؟ همه اینها رو در ترازوی دادگری نگنجاد. خودش رو بر این ترازو نشاند و در اون سوهیش ترازو پایین رفته، خود همه را از آن خود داشت. چون این ویژگی ها در اون بود، ابلیس به دنبال آن آمد و با او گفتگوهایی کرد و او را فریفته خود کرد. اینکه ابلیس چه بر او راند و با چه روش های اون با اون کار رو پیش برد و او را فریفته خود کرد، برنامه 56 هفته آینده به آگاهی شما خواهد رسید. روزگار خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنم. شادزی، مهرفزون، پایدار، خدا نگهدار.